اما سرانجام با رسیدگی های پزشکی در این مسابقه شرکت کردم. اما خیلی نگران بودم، به خصوص که تختی فن کمرزن قهخوری بود و من می ترسیدم در یکی از همین فن کمرها کتفم دچار آسیب دیدگی بیشتر بشه. اما در طول کشتی تختی به سمت آسیب دیده بدنم حتی دست هم نزد. با احتیاط زیاد برای فن می اومد و همه فنگیری هاش رو از سمت چپ می رفت. وقتی مسابقه تمام شد، غلامرضا سراغم اومد و بعد از اینکه پیشونیم رو بوسید، دستی به کتف آسیب دیدم کشید و با نگرانی پرسید: چیزی که نشد؟ بعد از اون ما دوستان خیلی نزدیکی شدیم. هنوز هم وقتی یاد تختی می افتم بدنم داغ می شه. و او از نادر ورزشکارانی بود که احترام به حریف برایش ارجح بر مدال. زلزله بوین زهرا برگ زرین دیگری بر افتخارات جهان پهلوان افزود. مردم چشم انتظار رسیدن کمک ها بودند و تختی بار دیگر آستین همت رو بالا زد. در جمع‌آوری کمک، مردم با شور و شوق زیادی از تختی استقبال می‌کردند. وقتی مادری متوجه شد که تختی به محله آنها آمده و با کامیون برای مردم مصیبت زده بوین زهرا کمک جمع‌آوری می‌کند، پیش تختی می‌آید، او را بغل می‌کند و می‌بوسد و بعد چون چیزی برای دادن پیدا نمی‌کند، چادرش را برمی‌دارد و پس از تا کردن به تختی می‌دهد. در بین میلیون ها تومان جنس و پولی که مردم برای زلزله زدگان کمک کردند، کمک این مادر از همه ارزشمندتر بود و من هیچگاه از یادم نمی رود، چون او هر چه را داشت هدیه کرد. می گویند یک بار که در سالن کشتی موسوم به محمد رضا شاه که مسابقات کشوری برپا بود، شاپور غلام رضا برادر شاه که رئیس تربیت بدنی آن زمان بود برای تماشای کشتی وارد سالن شد، اما مردم به او اعتنایی نکردند. اما دقایقی بعد جهان پهلوان که او هم برای تماشای مسابقات آمده بود وارد سالن شد. ناگهان سالن از فریادها و غریبهای تحسین و تشویق جمعیت و صلواتهای پیاپی که به افتخار تختی میفرستادند غلغله شد و اندکی بعد شاپور غلامرضا که نمی توانست این صحنه را تحمل کند، با حالتی غضبناک سالن را ترک کرد. تختی بهای ایستادن در کنار مردم را می دانست و عشقش به مردم باعث می شد که آماده پرداخت این قیمت باشد و سرانجام هم این بها را پرداخت. بله، پیوندهای عمیق مردمی و وفاداریش به آرمان دکتر مصدق باعث شد تا شاه و سازمان اطلاعات و امنیتش در روز 17 دی ماه 1346 او را به قتل برسانند. عنوان آن روز روزنامه های ایران دروغی بزرگ بود برای پوشاندن یک جنایت شنی. هیچ کس از مردم باور نکرد که پهلوان بیشکستشون خودشو کشته باشه. همه انگشت های اتهام یک جا رو نشونه می رفتن: ساواک و رژیم شاه.
یک بار جهان پهلوان به یکی از فرستادگان حکومت گفته بود هر نوع همکاری با شما تایید ظلم موجود است و تایید مشروعیت حاکمیت. حالا تقریبا نیم قرن از زمان تختی میگذره، اما نامش و یادش زنده است. چرا؟ چون پس از تختی سنت پهلوانی و قهرمانی در ایران با مبارزه اجتماعی سیاسی پیوند خورد و ورزشکاران بسیاری در برابر ستم و دیکتاتوری ارتجاع ایستادند و همون روش تختی رو پیشه کردند. به نام و چهره این ورزشکاران محبوب که قلبی مالابال از محبت به مردم و وفادار به آرمان انسانیت و آزادی داشتند نگاه کنید. مجاهد شهید حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال، هوشنگ منتظرالظهور، ملی پوش کشتی فرنگی، علاءالدین، حمید اطرتی کوشالی، فوتبالیست تیم جوانان تهران، رضا پیرمیرانی، مربی کشتی در اردبیل، مرتضی علی میرزایی، کشتیگیر و معلم ورزش در کرج، مهدی زابولی، قهرمان وزنه‌برداری نوجوانان، مجید حاجی بیگی، قهرمان کاراته باشگاه‌های تهران، فروزان عبدی، ملی پوش والیبال، صمد منتظری، ملی پوش وزنه‌برداری، مهشید رزاقی، فوتبالیست تیم هما، محمد علی الافچی، مربی ورزش، منوچهر زنگویی، قهرمان بسکتبال، سید محمد عطا رودی، قهرمان و مربی تکواندو، سید اسدالله امیری، فوتبالیست، مجید نظری، قهرمان جودوی باشگاه‌های تهران، شهرام زمان سلطانی، محمد جواد موحد فخر، وحید شکری پول، فوتبالیست تیم ملی جوانان، ایرج ماسوری، فوتبالیست، حمید مینایی، فوتبالیست، حبیب هاشمی خواه، کشتیگیر و داور، قاسم مزرعه، خزعل زمانی و بسیاری شهیدان ورزشکار دیگر. و این نام ها و این سنت همچنان ادامه داره، چرا که زندگی آزادانه مردم، همت و جوانمردی و غیرت و اراده ایستادن در برابر ستم رو میطلبه و رادمردان و رادزنان ایران نمیتونن در برابر آنچه دیکتاتور سرکوبگر و خونریز بر سرشون میاره ساکت و بی‌اعتنا باشن. بنابراین بگذارید پایان بخش بزرگ داشتمون از تختی قهرمان سخنی از خودش باشه که این تعهد رو برای همه ورزشکاران ایران یادآوری کرد. هدف یک ورزشکار قهرمانی نیست. هر مردی با کم و بیش تمرین کردن می تواند قهرمان کشور شود. آن قهرمانی به گردن خیش و گردن ملت مدال طلا می آویزد که وجودش سرشار از جوانمردی و خدمت به هم نوع باشد. من کسی نیستم که قهرمان شدن و مدال آوردن را به هر قیمتی که شده است بخرم.